سنی های داعش سلاحهای شیمیایی را بر روی زندانیان عراقی آزمایش کردند کارشناسان وابسته به سازمان ملل متحد با انتشار گزارشی فاش کردند که گروه تروریستی داعش سلاحهای شیمیایی را برای اطلاع یافتن از میزان تأثیرشان بر روی زندانیان عراقی آزمایش کردند همکارم علی اکبری گزارش می دهد. هر روز که می اخبار و اطلاعات جدیدی به دست می آید. که نشان دهنده چهره واقعی سنی های تندرو داعش است و ثابت می کند که نه تنها از دین مبین اسلام و اصول آن دور هستند بلکه بویی از انسانیت هم نبردهاند در همین راستا اخیرا گزارشی توسط کارشناسان وابسته به سازمان ملل متحد منتشر شده که پرده ای دیگر از جنایت های داعش را اثبات می کند این گزارش درباره استفاده داعش از سلاح های شیمیایی در اوایل سال 2015 منتشر شد و مقام های اطلاعاتی ایالات متحده آمریکا و عراق در آن زمان نگرانی شدید خود را از اینکه عناصر داعش به طور فعال به دنبال تولید این نوع سلاح است ابراز داشتند بر اساس این گزارش نتایج تحقیقات جدید حاکی از آن است که آزمایشاتی توسط داعش بر روی گروگان ها و بازداشت شدگان عراقی پس از کنترل این گروه بر شهر موسل در سال 2014 انجام شده که پیش از این اشاره به آن نشده بود طبق گزارش یک کمیته وابسته به شورای امنیت این تحقیق از آنجا آغاز شد که داعش از دانشگاه موسل به عنوان مرکز تحقیق و آزمایش انواع جدید سلاح های شیمیایی استفاده کرد. اقدامی که منجر به کشته شدن برخی از زندانیان عراقی در نتیجه این آزمایشات شد در ادامه این گزارش آمده کارشناسان گزارش های مربوط به قرار گرفتن زندانیان در معرض تالیوم و همچنین نیکوتین را بررسی کردند دو ماده ای که در صورت استفاده در دوزهای بالا کشنده هستند در این گزارش ها همچنین به تلاش های انجام شده توسط داعش برای تولید گاز کلور و خردل اشاره شده است که در جنگ جهانی اول برای کشتن و معلول کردن هزاران سرباز مورد استفاده قرار گرفت طبق این گزارش شواهد جدیدی مبنی بر استفاده این گروه تروریستی از سلاح های شیمیایی علیه غیر نظامیان با بررسی رایانه ها و تلفن های همراه عناصر داعش که کشته یا دستگیر شده بودند آشکار شد شواهد به دست آمده نشان می دهد که داعش مواد بیولوژیکی و شیمیایی را آزمایش کرده و آزمایشاتی را بر روی زندانیان انجام داده و باعث مرگ تعدادی از آنها شده است در این گزارش همچنین آمده داعش تعدادی مهندس را که در کارخانه های تأسیس شده توسط رژیم صدام مشغول به کار بودند استخدام کرد تا با استفاده از آزمایشگاه های دانشگاه موسل به عنوان مرکز تحقیقاتی در تولید گاز خردر به این گروه کمک کنند کارشناسان بین و وابسته به سازمان ملل در این بار تاکید کردند که گروه تروریستی داعش تا حدی توانسته بود در تولید گاز خردل بیکیفیت برای استفاده از آن در توبهایش موفق عمل کرده باشد